علیکم. خوبستم. شما خوبست؟ اسم من ادیب الله، مسئله انجینری هستم و شماره کارتم از 29. 29. خب چی تایید دیدین بر ما امروز؟ امروز موضوع نظام و همچنان موضوع پارلمان که تحت اثر نظام می باشه بحث میکنیم. عالی، بفهمم. تشکر. نحمده و نصلي على رسوله الكريم، اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته جناب استادان عزیز و همچنان بینندگان گرامی. و من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون و من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون و من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. این آیه کریمه در سه جای قرآن به این اشاره میکنه که کسانی که آن چیزی که از طرف خداوند نازل شده اگر برای بشریت تطبیق نکنن بیشک اونا فاسق هستن، کافر هستن و ظالم هستن. و در اینجا حال آمدیم که نظام پارلمانی یا نهاد پارلمانی در کدام نظام ارتباط داره؟ نظام پارلمانی یا نهاد پارلمانی یا ارگان پارلمانی ارتباط میگیره به نظام بشری که حمایتگر نظام پارلمانی همیشه در تاریخ یا دموکراسی بوده یا نظام های دیگه‌ای که ساخته بشر بوده اینها هستند. و نظام پارلمانی هم همچنان یک نهاد کفری گفته میشه به خاطر که تحت حمایت یک نظام بشری که نظام دموکراسی باشه قرار داره. به باور شما انتخاب کردن کسی رو آدم من حیث نماینده خود انتخاب کنه یا در پارلمان یا در جای دیگری این خلاف دین است؟ بله، البته ما وقتی که نظام بحث میکنیم در نظام اسلام خلافت اسلامی میباشه که یا امپراتوری اسلامی یا خلافت اسلامی که در تمام دنیا یک رهبریت یک به حساب وحدت وجود میداشته باشه بین امت. ببخشید، همچون حکومت حالا در کجا است؟ نامش بگیرید. در دنیا؟ بله، اصلا نظام اسلامی فعلا در دنیا وجود نداره. من از استدلال تو رو فهمیدم که قانون اساسی ما یک کاغذهای کفریست یا چطور؟ بلکل. خب ما کارت سرخ باید درست است، ما قبول دارم به خاطر اسلام. تشکر. بله شکر.